با سلام مجدد به بخش دوم برنامه خوش آمدید. در این بخش می‌پردازیم به مسائل زیست محیطی ایران که در واقع در شرایط بسیار دشواری هستش. به نظر می‌رسد مسئولان نظام حاکم در ایران هیچ برنامه‌ای جز شعار دادن برای حل آلودگی هوا در مناطقی چون اقلیم اهواز یا سیستان و بلوچستان ندارند و حتی از هدایت بودجه هایی که توسط سازمان های بین المللی برای این هم اختصاص یافته تفره می روند. این روی کرده نظام ولی فقیه به موزل کشندهی چون آلودگی هوا بدان معناست که مردم این مناطق باید تا سالهای دور آینده با پدیده ریزگردها دست و پنجه نرم کنند، مگر اینکه به یک راه حل بنیادی روی بیاورند و آنهایی که علت و علل چنین مشکلاتی در کشور هستند را از بن ریشه کن کنند. بدون شک آنچه اکنون بر سر محیط زیست ایران می رود نتیجه حاکمیت بیکفایت ملایان و بچه آخوندها بر دار و ندار مردم است و تا وقتی این حاکمان بیکفایت باقی هستند هیچ دردی از دردهای مردم دوا نخواهد شد. به گزارشی در همین زمینه با هم توجه می کنیم و بعد از آن موضوع را با دو کارشناس محترم مورد بررسی قرار خواهیم داد. فجایع زیست محیطی امان از مردم ایران بریده است. باران‌های جون‌آلودگی هوای اهواز و شهرهای اطراف، نابودی بیش از 90% دریاچه ارومیه، خشک شدن تالاب هامون، مشکل زایی برای تالاب انزلی و ده‌ها آفت زیست محیطی دیگر یک سر نخ دارد و آن نظام اجرایی حاکم در حکومت ولی فقیه کارایی ندارد و هرچه زودتر باید از ریشه کنده شود. آلودگی هوای اهواز به 60 برابر حد مجاز رسیده است. بحران ریزگردها در منطقه اهواز از سال 1382 آغاز و در سال 1384 به صورت جدی افزایش یافت و بین سالهای 87 تا 89 به مرز هشدار رسید. از آن زمان تا کنون هیچ راه حل اساسی از سوی دولت ارائه نشده و پروژه‌هایی چون حفاری‌های نفتی، سدسازی غیر اصولی و خشکاندن رودخانه‌ها که بیشتر آنها توسط شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران اجرا شده است در نابودی منابع زیست محیطی استان نقش کلیدی داشتند. آلودگی هوای سیستان و بلوچستان به 90 برابر حد مجاز رسید. نابودی تالاب هامون و نصب دایک‌های امنیتی در مرز سیستان و بلوچستان توسط سپاه و نیروهای انتظامی ایران به عنوان علت فاجعه زیست محیطی در آن مناطق مطرح می‌شود. انگار جمهوری اسلامی میان جغرافیای اقوام مختلف مسابقه ریزگرد و هوای آلوده به راه انداخته است. در سایه نظام ولی فقیه 90% دریاچه ارومیه خشک شده است. طبق آمار منتشر شده در سایت شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی، حجم آب موجود در دریاچه برابر با 1,066,000,000 متر مکعب بوده و این در حالی است که طبق میانگین دراز مدت 30 ساله میزان آب موجود در دریاچه باید برابر با 16,000,000,000 متر مکعب باشد. این بدان معناست که با وجود مدیران ولایی حدود 90% آب دریاچه ارومیه از بین رفته است. در این بخش آقای نیکوهنگ کوثر کارشناس مسائل محیط زیست در حوزه آب، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و آقای عمار تاسایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ما هستند. ضمن سلام به هر دو مهمان عزیز که دعوت من رو پذیرفتن، اجازه میخوام سوال ابتدایی رو از آقای کوثر بپرسم. آقای کوثر، اگر بخوایم مقایسه داشته باشیم با دوران قبل از انقلاب و اومدن روحانیون یا جمهوری اسلامی، چه چیزی اتفاق افتاده که موجب این همه مشکلات نسبت به محیط زیست توی کشور پیش اومده و قبلا چگونه عمل میشد که الان در واقع عمل نمیشه؟ با سلام به شما و بینندگانتون. ببینید، قبل از انقلاب مسیری که برای توسعه داشتیم به سمتش میرفتیم آروم آروم توسعه پایدار بود، با اینکه روش‌های ناپایدار هم استفاده میشد. تعداد سدهای بزرگی که قبل از انقلاب بود کمتر از 20 تا بود. بعد از انقلاب بیشتر از 600 تا سد ساخته شده که مسیر بسیار از رودخانه ها رو منحرف کرده یا قطع کرده، آبی که از رودخانه میرسید به آبخانها و یا دشت ها. توسعه در دوران جمهوری اسلامی توسعه بتونیستی میشه گفت هست، انتقال آب و یا ساختن سدهای بزرگ بدون توجه به شرایط اقلیمی و شرایط ژئومورفولوژیکی ایران. از طرف دیگه به این دلیل که ساختارهای نظامی نقش عمده‌ای دارن در ساخت و سازهای مرتبط با مدیریت منابع آب مثل سپاه پاسداران و
بخش سازهیش یعنی قرارگاه خاتم الانبیا و سپاسد، اتفاقی افتاده که هیچ کس امکان و جرأت نظارت بر این ساخت و سازها رو پیدا نمیکنه. و وقتی کار از کار میگذره و میبینید سد گتوند ساخته میشه به سفارش وزارت نیرو، متوجه میشیم که یک توده بزرگ نمکی در دریاچه سد قرار میگیره و باعث میشه که آب بخش عمده ای از دریاچه سد شور بشه و به همین دلیل مجبور هستند کسانی که مدیریت میکنند عبور آب کارون رو فقط دریچه های بالایی سد رو باز کنند و به همین ترتیب با همین اندازه هم در نظر بگیرید باعث شوری اندکی بیشتر آب کارون شده این سد. و یا بلاهایی که با طرحهای توسعه کشاورزی ما در خوزستان شاهدش بودیم، بسیاری از مناطق در این استان عملا خشک شدن و تالاب ها از بین رفتند. به عبارت دیگه اگر بخوایم بهتر بیان بکنیم، اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاده برخلاف اون اصول قانون اساسی که بایستی حکومت محافظت کنه از منابع طبیعی، خود حکومت نقش عمده داره در نابود کردن این منابع. بله جناب آقای تاسه، دیدگاه شما در رابطه با همین سوالی که از آقای کوثر پرسیدم چیست؟ یعنی مقایسه اگر بخوایم بکنیم با قبل از انقلاب، چه اتفاقی افتاده که الان شرایط اقلیمی و زیست محیطی ایران به نابودی کشیده شده؟ با سلام خدمت شما و بینندگان ارجمند و میهمان گرامی شما. همونطور که میهمان گرامیتون فرمودن درست هست، یعنی اون توسعه‌ای که در بعد از انقلاب جمهوری اسلامی شروع کرد، یک توسعه‌ای که مبتنی بر مطالعه و کارکرد پژوهشی نیست، یک پروژه هایی انجام شد در زمان جمهوری اسلامی که محیط زیست رو کاملا خراب کرد، بخصوص که اون دالان هایی که سپاه پاسداران احداث کرد و آبهای رودخانه های کرخه و کارون رو به مناطق داخلی، استانهای داخلی نظیر یزد و کرمان و قم منتقل کرد، باعث شد که بستر این رودخانه ها مقدار زیادی آب از اونها بره و مثلا رودخانه کارون به یک سوم اون حجمی که در قبل از انقلاب بود برسه. و این باعث شد که تمامی اون زندگی طبیعی که در امتداد رودخانه بود از بین بره. همچنین اون طرح توسعه نیشکر که یک طرح غیر اقتصادی هست و جهت تغییر بافت جمعیتی عربهای خوزستان انجام شده، یعنی هدف اصلیش تغییر بافت جمعیت عربهای خوزستان در مناطق جنوب اهواز و شمال اهواز هست و باعث شد که آسیب جدی به اون زندگی طبیعی، اون تنوع فرهنگی که وجود داشته، باعث شد که تعداد زیادی ده و دهستان که قبلا در اونجا بودن کلن زمین های کشاورزیشون مصادره بشه و اون مزارعشون خراب بشه و به مزارع نیشکر تبدیل بشه. و اون روشی هم که در پرورش و کاشت نیشکر دنبال میشه، یک شیوه قدیمی و شیوه غیر علمی و شیوهی که باعث نابودی بخش زیادی از محیط زیست در استان شده، باعث آلودگی هوا و آبها شده. و این در تمامی اونها در بعد از انقلاب صورت گرفته. همچنین پروژه های عظیم سدسازی که انجام شده باعث شد که اون دبی رودخانه ها خیلی کاهش پیدا کنه و البته خوشسالی هم هست. و اون توسعه ای که شهری مثل اهواز در قبل از انقلاب تقریبا 250 هزار نفر جمعیت داشت، ولی الان تقریبا بیش از 2 میلیون نفر جمعیت داره. و این باعث شده که کلن تأثیر منفی روی محیط زیست داشته باشه. و این افزایش جمعیت شهر اهواز به این دلیل بوده که اکثر روستایانی که شرکت نیشکر زمین های اونا رو مصادره کرد، مجبور شدن که به حاشیه شهرها بیان. و برای همین الان شهر اهواز حاشیه شهر از خود شهر جمعیتش به مراتب بیشتره.
و اینها اکثرا کشاورزانی بودند که در امتداد رودخانه های کارون و کرخه و جراحی و بقیه رودخانه ها کشاورزی می کردن و نخلستان اداره می کردن. کاشت برنج خیلی رونق داشت و باعث شد این پروژه هایی که جمهوری اسلامی احداث کنه، باعث شد که تمامی این کشاورزان به شهرها کشیده بشن و خود عاملی تبدیل بشن که یک عامل آلودگی که مزارع اونها تبدیل شده، اینها هم خودشون در حاشیه شهرها به یک معضل جمعیتی و یک معضل اقتصادی تبدیل بشن. بله، برمیگردیم به آقای کوثر. آقای کوثر، گفته میشه که خب علی‌رغم تمام فجایعی که اتفاق افتاده در زیست محیط ایران و تخریب شده، باز هم در واقع شرکت های وابسته به سپاه هنوزم در واقع دارن کار خودشون انجام میدن و پروژه ها رو متوقف نمی کنن. به نظر شما نباید در واقع این پروژه از طرف دولت متوقف بشه و اولویت دیگه قرار بدن و در واقع این پروژه ها رو چه کسی باید از سپاه بگیره؟ نظر شما، البته شما توی صحبتتون به این اشاره کردین، وظیفه کی هستش که این پروژه رو بتونه از سپاه و یا شرکت های وابسته به سپاه بگیره که تا بیشتر از این تخریب نکنه وضعیت زیست محیطی کشورمون در جاهای مختلف؟ ببینید، اگر کشور ما یک ساختار دموکراتیک و شفاف و پاسخگو داشت، هیچ وقت پروژه های به این بزرگی به یک نهاد حکومتی نمی رسید و به نهادهای خصوصی می رسید و بر اساس رقابت و کیفیت. روشی که کار میشه این هست که سپاه پاسداران تحمیل میکنه یک پروژه رو به دولت و دولت هم موظف است که هزینه اون پروژه رو تأمین کنه. نهایتا میبینیم این چرخه باطل کماکان ادامه داره و باعث نابودی بسیاری از منابع میشه. همین الان توی بودجه سال آینده که دولت ابتدا تحویل مجلس داده بود ولی فعلا داره دو مرتبه روش کار میکنه، بودجه طرح انتقال آب از کارون و سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری به استان کرمان تایید شده، بودجهش هم اینا در نظر گرفتن. این بودجه به کی میرسه؟ بر اساس مناقصه‌ای که برگزار شده به قرارگاه خاتم الانبیا بخش عمدهش میرسه و اون هم به واسطه توانایی‌های محدودی که داره کار رو میسپاره به تعدادی از پیمانکارانی که با اونا کار میکنه و این وسط پول‌های بسیار زیادی گم میشن. دولت بایستی کاری بکنه که دولت هم خودش نقش بسیار منفی رو داره بازی میکنه در ارتباط با مدیریت منابع آب. در نظر بگیرید که ما آبهایی رو که داریم استفاده میکنیم به عبارتی آب جاری هست و برای آینده آبی رو ذخیره نمیکنیم و وقتی که این صحبت مطرح میشه که چگونه میتوان آب رو ذخیره کرد، خیلی ساده، همون روشی که ایرانیان باستان انجام میدادن. آب رو در دل زمین، در آبخانها، در رسوبات دانه درشت اجازه میدن که آب در اونجا ذخیره بشه و بعد از طریق قنات برداشت میکردن اون آب رو و آسیبی به محیط زیست وارد نمیشد و منابع آب هم کماکان تغذیه میشدن. اما متاسفانه در جمهوری اسلامی به واسطه عملکرد سپاه و عملکردی که دولت داشته و نبود نظارت و نبود مشارکت عمومی در نظارت بر پروژه های بزرگ، این روند متاسفانه به همین شکلی که میبینیم داره ادامه پیدا میکنه. بله جناب آقای تاسای، علت در واقع این آلودگی که در حال حاضر هستش چگونه است که توجیه میشه؟ خب ببینین، علت آلودگی اظهارات متناقضی در این زمینه بیان شده است هم مسئولین جمهوری اسلامی و هم مسئولین استانی که در استان خوزستان که بیشترین ضرر رو از بابت این آلودگی ها دیده. برخی ها میگن که این باعث به دلیل خوش شدن مناطق حورالعظیم که در عراق وجود داره است. ولی بررسی های اخیر که انجام شده نشون میده که تقریبا 70 تا 80 درصد عامل این ریزگردها و این آلودگی ها داخلی هست، چون هم در تالاب فلاحیه یا همون جادگان، هم تالاب حورالعظیم که یک سوم اون در ایران هست، در خوزستان هست، و یک تالاب های کوچکی هست که دیگر هست که در استان خوزستان وجود داشته و اینها همه الان خشک شده و یا به صورت نیمه خشک تبدیل شده و
بستر چون اینها بستر رسوبی دارن، یک ذراتی که بسیار ریز هستن باعث میشه که در هوا معلق بشن و تبدیل به یک موزل اساسی بشن. همچنین شرکت نفت با خوش کردن بخشای مهمی از اون مناطق حورالعظیم که برای جستجوی نفت و بهره برداری از پروژه های نفتی انجام داده، باعث شده که بخش جنوبی تالاب حورالعظیم خشک بشه، در نزدیکی روستای رفایه خشک بشه اونجا، و این بستر این تالاب هم تبدیل به یک سری ریزگرد، منابع ریزگرد تبدیل بشه. همچنین خود یک سری شرکت های چینی که گفته میشه یک سری پروژه هایی که در استان خوزستان دارن، پروژه های پتروشیمی و پروژه های نفتی، گفته میشه که اینها از یک تکنولوژی عقب مونده استفاده میکنن و از نصب فیلترهای مناسب بر روی اون شرکت ها و اون خروجی اون شرکت ها خودداری کردن و این باعث شده که تعداد مقدار زیادی از مواد سمی این شرکت ها به فضا آزاد بشه و در حین بارندگی باعث بارندگی بارانهای اسیدی میشه و همچنین با مخلوط شدن با اون ذرات معلقی که ذرات خاکی معلقی که در هوا وجود داره باعث شده که به یک موزل اساسی بشه و سلامتی و اون صحت هموطنان در خوزستان رو در معرض خطر قرار بده. گفته‌های هم شنیده شده که میگن به دلیل سدسازی در ترکیه و منحرف کردن مسیر رودخانه‌های دجله و فرات توسط رژیم صدام حسین، البته این بعد از سقوط صدام حسین این آب برگردونده شده به اون مناطق حورالعظیم و در سدسازی که صورت گرفته در ترکیه و سوریه اون بستر و بدهی آب رودخانه های دجله و فرات رو اونطوری که مسئولین ایرانی ادعا می کنن باعث نشده که بستر رودخانه ها تغییر چندانی پیدا کنه. تغییر کرده مؤکدا نسبت به 40 سال پیش، ولی این تغییر نه به اون صورتی هست که باعث بشه این کل تالاب به حورالعظیم این چنین خوش بشه. همچنین در مالچ پاشی و درختکاری که اهمال شده در این زمینه باعث تشدید این عامل شده، چون قبلا کشور عراق که دارای یک دولت تقریبا مستقری بود نسبت به این امر اقدام میکرد، ولی بعد از سال 2003 و سقوط دولت عراق و روی کار آمدن دولت جدید که چندانی نداره، باعث شده که اهمال و کمکاری در این زمینه انجام بشه و باعث بشه که ریزگردهای از خارج از ایران به مناطق ایران بیان و باعث آلودگی هوا بشن. بله آقای کوتاه، شما به موضوع آب اشاره کردین. خب ما میدونیم که نگرانی در بین مردم وجود داره که در واقع سفره‌های زیرزمینی آب در ایران رو به پایان هستش و بسیاری معتقدن که در چند سال آینده ما شاهد جنگ آب در ایران خواهیم بود. آیا به نظر شما این چقدر میتونه صحت داشته باشه و آیا راهی وجود داره که دوباره همونجوری که حالا شما بهش اشاره کردین دوباره سفره‌های زیرزمینی در واقع ایران مثل گذشته پر آب بشن؟ وقتی ما درباره آب در ایران صحبت میکنیم بیشتر در ارتباط با آبهای تجدیدپذیر حرف میزنیم، یعنی کل بارندگی منهای تبخیر. به عبارتی وقتی در کوهستان باران میاد، آب میاد از مسیرهای کوهستانی پایین و به دشت میرسه و در دشتها تبخیر میشه. اما اگر همون آبی رو که در کوهستانها شاهدش هستیم که میاد بتونیم بخشش رو مهار بکنیم، یعنی فراتر از اون آب تجدیدپذیر یک بخش اضافه کردیم و اون رو در دل زمین ذخیره کردیم. این کار عملی هست در محدوده حدود 400 هزار کیلومتر مربع یا به عبارتی 40 میلیون هکتار، اما
از میون اون 40 میلیون هکتار چیزی حدود 14 میلیون هکتارش کیفیت خیلی بیشتری رو داره. اگر ما در اون 14 میلیون هکتاری که داریم بخش عمده از بارندگی هایی که وارد دشت ها میشه از کوهستان ها اینها رو بتونیم جذب بکنیم، برخی ها معتقدند که چند برابر میزان بارندگی سالانه رو میتونیم ذخیره بکنیم و در طی زمان ذخیره لازم برای آینده رو داشته باشیم، مانع فرسایش خاک بشیم و بتونیم از شرایط اقلیمی بهتری در برخی از نقاط بهره مند بشیم. اما به دلیل اینکه روش‌های کارآمد ارزان‌تر هم هستند، سپاه پاسداران علاقه چندانی نداره، وزارت نیرو هم علاقه چندانی نداره، به دلیل که بودجه کمتری رو می‌برن و دزدی کمتری متأسفانه میشه از نظر اونها. همیشه راه حل‌هایی وجود داشته، اما مهمترین چیز این هست که فراموش نکنیم ما باید در فاز اول شرایط رو مدیریت بکنیم که بدتر نشه، اما مدیریت بر اساس هدف مشخصی باشه. کما اینکه مثلا در مورد دریاچه ارومیه مدیریت برای اینها این بود که خیلی پایین‌تر نره، بلکه مدیریت دقیق باید این باشه که بتونیم نجات بدیم نه تنها دریاچه ارومیه رو، محدوده اطراف اون قسمت‌هایی که به خاطر تبخیر زیاد و یا از بین نرسیدن آب یک حاشیه نمکی داره، اون مجموعه آب ایجاد شده، به عبارت شما یک بیابان نمکی دارید، یک نمکزار دارید که با هر بادی میتونه نمک های خشک شده بلند بشه و به خاطر مواد شیمیایی، کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات و فاضلاب های صنعتی این رسوبات نمکی آلودگی بسیار شدید رو دارن و وقتی از طریق باد وارد محدوده هوای بالای سر شهرها میشن و یا روستاها، باعث میشن که بسیاری از شهروندان ایرانی مسموم بشن. از طرف دیگه اون نمک وقتی روی زمین های کشاورزی پاشیده میشه، باعث از بین رفتن کیفیت اون زمین ها هم میشه. چرا؟ چون با هر بارندگی زمین ها شورتر میشن. و اگر در نظر بگیریم که این روند چگونه ایجاد شد، از 25 سال پیش که دولت هاشمی رفسنجانی میخواست سطح آب دریاچه رو پایین بیاره به خاطر اینکه زمینای اطراف داشتن زیر آب میرفتن و یک تعدادی از زمینداران نگران بودن و قدرتمندان استانهای آذربایجان شرقی و غربی، خب اومدن روش رو معکوس بکنن و با ایجاد سدهای در اطراف دریاچه مانع رسیدن آب شدن. همون سدها الان بلای جون دریاچه شدن و بعد چاهایی که دور دریاچه حفر شده و باعث شده که آب زیرزمینی کشته بشه پایین و آب شور آروم آروم نفوذ بکنه به درون سفره آب زیرزمینی. اگر این روش ها، اگر اون روندها متوقف بشن و بشه تعدادی از اون سدها رو تخریب کرد به طور کامل و یا دریچه اون سدها رو باز نگه داشت به طور دائمی، باعث میشه ما بتونیم سهمی از آب دریاچه ارومیه رو برگردونیم. در نظر بگیرید که دریاچه ارومیه 25 سال پیش شاید حدود 20 میلیارد متر مکعب آب درش وجود داشت. الان چیزی کمتر از 500 میلیون متر مکعب آب درش وجود داره و خیلی کمتر و کمتر هم داره میشه. ما سالانه اگر بتونیم رقم بالای 2 میلیارد متر مکعب آب رو دو مرتبه برگردونیم، با توجه به میزان تبخیر و با توجه به شرایط اونجا، آروم آروم این میاد به شرایطی معقول خودش برمیگرده و بعد میتونیم باز اون رو در حقیقت بازیافتش بکنیم. اما دولت جمهوری اسلامی و دستگاه‌های مرتبط ثابت کردند که در درست کردن وضعیت دریاچه ارومیه که نابودش کردن، مثل دریاچه پریشان، مثل دریاچه بختگان و مثل گاوخونی و مثل بسیاری از تالاب‌هایی که ما در استان‌های مختلف داریم نابود کردن، این رو هم دارن نابود میکنن. بله آقای طاسایی، خب ما شاهد این هستیم که در دولت بودجه برای ریزگردها اختصاص داده شده و خیلی صحبت‌های متناقضی در این زمینه گفته میشه. آیا اصلا این نتیجه آیدی در واقع مردم و منطقه می‌کنیم بودجه که در اختصاص داده میشه برای ریزگردها؟ خب ببینین، حرفای زیادی از در این زمینه گفته شده که یک سری بودجه اختصاص میدن برای مالچ پاشی و درختکاری و نمیدونم آبگیری حورالعظیم، ولی متاسفانه سیستم حکومتی جمهوری اسلامی طوری هست که شفافیت در کار وجود نداره. یک کشوری هست که یک سیستم و دولتی هست که کاملا به شیوهی نامعلوم و غیر شفاف اداره میشه. بودجه کل کشور بخش مهمی از اون تحت
اداره قوه مجریه که تحت ریاست زیر نظر رئیس جمهور هست قرار نداره و چند روز پیش گفتن که بخش بزرگی از بودجه در دسترس تحت دسترس مقام رهبری هست. خب در چنین وضعیتی مسلما که چنین پروژه‌ای حتی اگر بخواد عملی بشه با اون شکل و صورت درستی انجام نمیشه و این به دلیل اون مشکل اساسی که در کل سیستم وجود داره، یعنی یک سیستمی هست غیر شفاف، یک سیستمی هست غیر دموکراتیک، غیر مسئول و مسئولین جمهوری اسلامی به صورت کاملا غیر مسئولانه عمل میکنن در رابطه با محیط زیست، در رابطه با پروژه های صنعتی که انجام میشه کاملا غیر مسئولانه است. و شما مثلا در نظر بگیرید که سپاه پاسداران که یک نهاد نظامی هست خودش اصلا هیچ شرعیتی وجود مشروعیتی نداره، چون در هر کشوری یک نهاد نظامی است که اون ارتش هست و سپاه وجود نداره. حالا سپاه کنترل کشور، کنترل پروژه های اقتصادی، کلان اقتصادی در استان خوزستان و بقیه استان ها رو به عهده داره. خب این نهاد نظامی به صورت مسلم نمیتونه چنین پروژه ای رو عملی کنه. به نظر بنده اگر واقعا دولت جمهوری اسلامی بخواد کار کنه باید اون رو یک کنفرانس بین المللی بزرگی انجام بده برای مطالعه بهترین شیوه برای مبارزه با این مشکل و برای بهبود وضعیت محیط زیست در استان خوزستان، چون وضعیت محیط زیست در استان خوزستان الان در نقطه بحرانی هست، به صورت بحرانی هست و باید احتیاج دولت نیاز داره تا یک اقدام جدی و عاجل انجام بده در این زمینه. ولی اگر هرچی که تا الان گفته شده طبق اون منابع خبری که در استان خوزستان داریم کار مهم و قابل ملاحظه‌ای در این زمینه صورت نگرفته و گمان میکنم که در آینده هم صورت نگیره. بله، من سوال پایینی از شما می‌پرسم جناب آقای کوسر. شما در رابطه با آب گفتیم از سدسازی‌هایی که در واقع در طی این چند سال از زمان آقای رفسنجانی اتفاق افتاده، به نظر شما چقدر این آگاهانه بوده یا اصلا این به حال سدسازی‌ها به صورت مطالعاتی انجام شده و یا فقط در واقع منافع شخصی و پروژه تعریف کردن برای نهادهایی مثل سپاه بوده؟ آقای رفسنجانی خیال میکرد که سازندگی معنیش سدسازی هست، یعنی اگر دقت بکنید در بسیاری از پروژه هایی که اون زمان هست در کنار سد هاست که آقای هاشمی رفسنجانی داره روبان رو قیچی میکنه و افتتاح میکنه و عکس های فوتوجنیک میندازه. خیلی معتقدن که سدسازی یک فرایند فوتوجنیک و توجیه کننده عملکرد سیاسیون هست. سد آسمان مصر یک مثال هست، سد هوور در نزدیکی لاس وگاس یک مثال هست. سد هوور که ساخته شد آمریکایی ها در دهه‌های 50 و 60 خیلی از سران کشورهای مختلف رو که مهمان بودن رو میومدن نشون میدادن اون سد رو بهشون و همین باعث میشد که بسیاری از سیاستمداران فکر بکنن که اگر ما چنین سدهایی داشته باشیم حتما توسعه خواهیم داشت. همین الان سد هوور رو که ببینید 40 متر حدودا آبش پایین تر از حدی هست که باید باشه. من 2 ماه پیش بازدید کردم از اونجا و مناطق اطراف متاسفانه وضعیت خیلی خوبی ندارن. وقتی سد در جایی ساخته میشه جمعیت زیادی با امید زیاد میاد در اطراف که بتونه استفاده بکنه، اما وقتی میزان جمعیت روش کنترلی وجود نداره، همونطوری که در کشورمون میبینیم ما به اندازه 50 میلیون نفر آب لازم رو داریم و میتونیم کشاورزی منطقی داشته باشیم، اما جمعیتمون 80 میلیونه و آقای خامنه‌ای میخواد جمعیت به 150 میلیون نفر برسه. آقای رفسنجانی خب یک ماجرای شروع کرد که سود بسیار زیادی رو نصیب افراد در شرکت‌های مثل آب و نیرو کرد که بسیاری از رهبران اشغال سفارت آمریکا در شرکت آب و نیرو کار میکردن، مثل آقای بیطرف، مثل وفا تابش، مثل علی زحمتکش، مثل نعیمی پور. این افراد اومدن. آقای کوسر عذر میخوام من بین صحبت شما، شما به این نکته اشاره کردین، خب اینا خب در وسط راه حتما متوجه این میشن که خب سدسازی های بی رویه میتونه به ضرر کشور باشه، چی میشه که خب بعدن دوباره ادامه میدن این مسئله رو؟ به اینها بارها تذکر داده شده.
خود من به آقای خاتمی تذکر دادم سال 80 با مدارک و اطلاعات کافی که وجود داره و گفتم که ببینید این روش، این خشکسالی که الان شروع شده به واسطه سیاست‌های شما به یک نقطه غیر قابل بازگشت برمیگرده اگر بهش توجه نکنید. در سال 1363، در سال 1367، در سال ابتدای دهه 70، در سال 80 کارشناسان مختلف تذکر دادن، اما منفعت طلبی و اینکه امنیت مقامی در ایران محدود هست باعث میشه خیلی ها برای اون محدوده زمانی که در رأس قدرت هستن بخوان بهره برداری بکنن. این یک نکته. نکته دوم، عدم آگاهی عمومی و تلاش دولتی ها برای حفظ این عدم آگاهی عمومی، اون هم از عوامل دیگری است که باعث شده این روند ادامه پیدا بکنه. الان بعد از سالها به خاطر مشکلاتی که ایجاد شده برخی آگاه‌تر هستن. ببینید همین مسئله حاشیه نشینی در حاشیه شهرهای بزرگ به واسطه کمبود منابع آب باعث شد که بسیاری از تظاهر کنندگانی که در ماه پیش اومدن به خیابونها بدون ترس بیان. چرا؟ چون از کسانی بودن که یا کشاورز بودن یا به خاطر نبود منابع آب زمینهای خودشون رو از دست داده بودن، دامدار بود، کارمند بود و اینا به صورت زنجیره‌ای بسیاری از حرفه‌ها به هم پیوسته است. در طول 4 سال گذشته 5 میلیون نفر بر تعداد حاشیه‌نشین‌های ایران افزوده شده و انتظار میره تا 4 سال دیگه حدود 6 تا 7 میلیون نفر اضافه شده. به عبارتی در سال 1400 ما حدود 22 میلیون نفر به احتمال زیاد حاشیه‌نشین خواهیم داشت. اگر این مسئله اتفاق بیفته یعنی 1/4 جمعیت ایران حاشیه‌نشین هست. به واسطه سیاست‌هایی بوده که در حوزه آب بیشتر اجرا شده، باعث شده آب‌های زیرزمینی از دست بره، چون جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کرده برای تولید گندم بیشتر بدون توجه به منابع آب و یا آب سدها رو که می‌رسونن برای پروژه‌های توسعه کشاورزی مثل توسعه نشکر و چیزهای دیگه، اما نتیجه عکس گرفته شد. به جای اینکه بیان آبیاری رو روش رو منطقی کنن و روش بهره برداری از خاک رو هم منطقی کنن، هم خاک رو از بین بردن هم منابع آب رو از بین بردن. این رو بله. میدونن اما مسئولیت نمیپذیرن. بله، من تشکر میکنم از هر دو عزیز که دعوت منو پذیرفتن و در این برنامه مشارکت کردن. از لطف شما متشکرم. بینندگان عزیز، گفتگو داشتیم در رابطه با وضعیت زیست محیطی ایران با آقای تاسایی و آقای میکانگ کوسر. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تا یک فراتر از خبر دیگه که در خدمت شما باشیم. خدا یار و نگهدار شما.